درست خوندم؟ یک گلایول؟ بله بله کاملا درسته. درود بر شما. درود بر شما آقا بابک، درود بر شما آقا آرمین نقابی. آقا این دوستمون که نفر قبلی بود چی میگفت؟ آرمین جون اومده بود معما برامون حل کنه؟ من نمی، من متوجه نشدم. نه نشد. یاد این پیرمردا افتادم بچه بودیم که پارک می‌خواستن مخمون رو بزنن، میومدن دست می‌کشیدن سرمون، از همون معما می‌پرسیدن. شبیه اونا بود پرسشاست. پرسشاش. آرمین نازنین، من هفته پیش هم اومدم خدمتت. من که ازت تعریف کردم، گفتی نه باید از ما بعدم بگی، نباید همیشه تمجید کنیم دا اینا. خب من بعد که دوباره دیدم ویدیو رو فهمیدم حرفم رو درست بیان نکردم. من خواستم بگم که تفاوت شما با بقیه اپوزیسیون اینه که خیلی ها میان به خاطر اینکه مثلا بدی این حکومت یا مثلا دینو بگن، میان دروغ میگن راجبش، یعنی دانسته دروغ میگن. مثلا آقای فخرآور و من خودم، حالا شاید من اشتباه میکنم، اعتقاد دارم که میدونه خیلی چیزا رو داره دروغ میگه و میگه، ولی امثال تو رو خیلی نمیگیم اشتباه نمی کنی، ولی صادقانه حرف میزنی، دنبال دوز و کلک نیستی و اینه که خیلی ارزشمندت میکنه. و میگم ندیدم حتی مخالفات شخصیت تو قبول نداشته باشن و این باعث میشه کسایی که ببین، من خودم مثل اون آقا محمد با تو و زئوس و اینا آتیز شدن، اما خیلی قبل از تو هم حرفای اینجوری شنیده بودن. اما دلیلی که داشت این بود که راحت میتونستم گاردمو از جلوت بردارم. میفهمی چی میگم؟ یعنی وقتی آدم میبینه طرف مقابلش صادقانه اومده جلو، دنبال دوز و کلک نیست، وقتی یک دوز و کلک یک دروغی رو میبینه از طرف مقابلش، اون عقیده قبلیش میمونه. برای اینه که میگم خیلی تو کار درسته، دلیل این نیست که اشتباه نمی‌کنی. نمیگه دانسته دروغ نمیگه. مثلا اگه یک چیزی از دین اسلام مثلا میگم از نظر بعدی بعد میگی، اگه فکر چیزی که میدونی خوبه رو نمیای بعد جلوه بدی. مرسی. من سعیمون میکنم، ولی یک خطری که وجود داره اینه که خطر، ببین خطری که وجود داره اینه که ما ممکنه نادانسته دروغ بگیم. یعنی دروغ رو داریم میگیم، ولی به خاطر این ممکنه وجود داشته باشه که هویتمون تو خطر افتاده، به خاطر اینکه یعنی به خودمون خودآگاهی مثلا نمیایم چیزی رو دروغ بگیم. یه چیزی که باید مراقبمون باشه، مراقب این بودن که خودآگاهی دروغ نگیم راحته. خب ولی بعضی موقع یه دروغی رو میگی به خاطر اینکه اول به خودت دروغ گفتی، بعد باورش کردی، بعد به بقیه میگی، بعد احساس میکنی که داری با کاملا با صداقت داری صحبت میکنی و این دروغ رو برای این داری میگی، برای اینکه احساس کردی بهت یه حمله شده و اگه این کسی که داره بهت حمله میکنه اگه درست داره میگه و تو داری اشتباه میکنی، یک هویتی که داری کاملا ممکنه بشکنه جلوی همه و این چون هزینه این برات خیلی زیاده، بدون که خودت قبول کنی که داری دروغ میگی، یک چیزی رو که خودت قبول نداری رو پافشاری کنی و همجوری ادامه بدی که بگی. خب یعنی حتی کسایی که خودشون فکر میکنن دروغ نمیگن ممکنه تو این تله بیفتن. خب یعنی یعنی خودت هم اون وقت احساس میکنی که کاملا صادقی ولی داری دروغ میگی. دروغش داری از خودت هم قایم میکنی، یه جوری داری دروغ میگی که سعی میکنی که خودت هم نفهمی داری دروغ میگی، برای اینکه اگه خودت بفهمی داری دروغ میگی، این عکسی که این تصویری که از خودت درست کردی که یک آدم صادق هستی خدشه‌دار میشه. برای همین این دروغی که داری میگی رو باید از خودت هم مخفی بکنی که تصویری که خودت هم از خودت داری خدشه‌دار نشه. این یه چیز خطرناکی هست که هممون باید مراقبش باشیم. خیلی هم سخته که مراقب این بودیم. یعنی این چیزی نیست که بگیم آه من چون میدونم این اتفاق میفته برای من، این اتفاق برای من نمیفته، ولی امکانش برای همه هست. درسته حرفت. آره من میفهمم چی میگی، اما خب ما خیلی از دوستان دیگر رو میبینیم. ببین وقتی که کسی اعتقاد دیگه ای داره، وقتی یه حرفایی رو میشنوه حس میکنه داره احمق فرض میشه، ولی تو همیشه جلوی این ایستادی آرمین. مثلا یادم یکی از مهموناتون اومد گفتش که آره آقای لاریجانی میخواسته بیاد تو انتخابات، بعد مشتبه خامنه‌ای بهش چند هزار دلار داده که بیاد، نمیدونم اینا. یا اومده گفتید چرا از کجا اومدی؟ گفت نه ما یک سندایی داریم. خب ببین ما این حرفا رو خیلی جاها میشنویم، ولی هیچ کی مثل تو نیست که جلوش وایسته بگه بابا
دلیلت کو، سندت کو، یعنی آدم احساس میکنه دارن احمق فرضش میکنن. ولی با تو هیچ وقت من ندیدم، حتی کسایی که کاملا خیلی کلیپاتو برای بقیه میذارم هیچ وقت ندیدم همچین حسی رو بکنن. این خیلی ارزشمنده. به قول خودت سعی میکنی دانسته هیچ وقت دروغ نگی، این کاملا حس میشه از رفتارت، این خیلی ارزشمنده. آرمین خب من داره روم فشارم میاد که مراقب باشم همینجوری ادامه بدم. مرسی که میگی اینا رو، برای اینکه من این خیلی به من فشار میاد که سعی کنم اینو ادامه بدم. یه چیزی بگم من در حرفش بگم من یه چیزی بگم بابک هم اینجوریه. بابک هم ایشون درست بابک که بابا ما دیشب تا صبح با بابک داشتیم تو کلاپاس یه قرارم حرف میزدیم، یادت بابک جان نذاشتن بیای بالا دیگه این نامردا. آره قربونت برم عرض کنم که من واقعا حرف یک گلاگل عزیز قبول دارم آرمین. من خودم هم واقعا اون صداقتی که در صحبتهای تو هست رو منم واقعا میشه خیلی تأثیر گذاشته حرفات. یعنی میدونی چی اون صداقته تو حرفات کاملا مشخصه، اصلا قسمت بولد ماجرای تو اون صداقته است که تو حرفاته. منم دوستش دارم. ممنون بابک جان، ممنون. سعیمونو میکنیم حالا. آره سعیمونو میکنیم، برای اینکه بعضی موقع ممکنه که کم بیاریم، یعنی حواسمون باید باشه. خب یه چیزی، اگه یه موقع دیدین که احساس کردین که از این تصوری که دارین از ما یه موقع احساس کردین که دیگه اونجوری نیست، حتما لطفا شما بیاین بالا به ما یه تذکری بدین که از این چیزی که شما فکر میکنین دارین دور میشین. لطفا این کارو میکنین برای ما؟ این که قطعاً. ولی آرمین ببین آخه این به یک بار نیست، خب یه مروریه. مثلا من اگه اسم بردم مثلا آقای فخرآور رو، یک بار نبوده، صد ده ها بار دیدم اینو، تو ذهنم جمع شده که این آدم برای که حرفشو به کرسی بشونه به خاطر هدفش هر وسیله رو مثلا بهش متوسل میشه، حتی دروغ. اما البته من نمیدونم، من درباره این آقای فخرآور اینا اینجا الان تایید نمیکنم، برای اینکه من نمیدونم چه چیزی تهمتی من، یعنی اینجا اگه تکرار میشه من چیزی نمیگم، برای اینکه من جریانشو نمیدونم. گفتم این نظر منه گفتم. آره. بهتون قطعاً من حتی آره میدونم، من فقط خواستم به لایو چت به بیننده ها بگم که من اگه چیزی نمیگم معنیش تایید نیست، من نمیدونم، خواستم اینو فقط بگم. بفهم خب این به مرور و قطعاً چون طرفدارای تو الان دیدی بابک که دیگه رفیق صمیمی تو عشق ماستم، گفتش که این صداقتت خیلی برده، اگر روزی حس کنیم این وجود نداره قطعاً چون به خاطر همین دوستت داریم بهت خواهیم گفت، این شک نکن. خیلی این چیز ارزشمندیه که ما صبح و ظهر و شب تو هر جای دنیا باشیم ویدیوهاتو باید ببینیم. ممنون. حالا یه مقدار پر رو میشم، بابا خیلی دوست داشتنی آرمین، همین بابک رو اذیت میکنی بعضی وقتها، ولی خیلی دوست داشتنی. مرسی. ممنون. خیلی خوب. من یه چیز کوچولو دارم بگم. بگو سری بگو بریم سراغ آریا. اینو میگم میرم بعد هر وقت دوست داشتی جواب بده. اون دفعه که راجع به خدافظ و اینا صحبت کردی گفتی آره این من تو کامنت هم گذاشتم اینو، گفتی آره این خدافظ مثلا پنج شنبه هم اسم یک خداست، نمیدونم ماه و ستاره و سیارات دیگه هم اسمای ادیان قدیمی هم و اینها. ببین اینها اسمن، ولی خداحافظ اتفاقا وقتی میخوای یه بچه‌ای رو بهش بگی خداحافظ یعنی چی؟ خداحافظ یک معنای آرزو داره، یعنی آرزو میکنم که خدا نگهدارت باشه. و وقتی یک معادل قشنگی مثل بدرود داره، الان برای پنجشنبه ما تو انگلیسی چه معادلی داریم خب، ولی برای خداحافظ وقتی یک معادل زیبایی مثل بدرود هست چرا استفاده نکنیم؟ من این سوالم ازت. خب به نظر من خداحافظ معنیش دیگه این نیست که به عکس ایرانی‌ها وقتی استفاده میکنن از خداحافظ نمیگن خدا حافظت باشه. من 20 سالی که توی ایران زندگی میکردم هیچ وقت احساس نکردم کسی که داره میگه خداحافظ داره آرزو میکنه که خدا حافظت باشه، داره میگه بدرود یا بای. خب تئوری فارسیش چی میشه؟ تئوری فارسیش چی میشه؟ فکر کنم تئوریه، نمیدونم. آره میگن تئوری. خب تئوری هم میبینی سیوه توی تئوری هم معنیش خداست، میدونستین؟ نه اینو نمیدونستم. خب من میگم چرا اینو عوض نکنیم، مثلا تئوری سیو تو تئوری میشه سیو میشه خدا، بقیهش رو فکر میکنم که دیدن، یعنی چیزی که خدا میبینه یا بینش خدایی یه همچین حالتی. من میدونم مثلا تئوری رو چرا عوض میشه، همون نظریه هم میشه.
خب یعنی ما نظریه رو داریم دیگه به جای نه نظریه نظریه میشه تئوری، فرضیه میشه هایپوتزیس، درسته؟ هایپوتزیس. آره خب پس چرا همیشه چرا ما نیام گیر بدیم که چرا میگیم تئوری؟ تئوری خدا داره، ما نظریه که داریم، نظریه رو استفاده کنیم. خب ببینیم اون انگلیسی این فارسی، تو انگلیسی الان معادل زیبا و مثل تئوری داریم؟ نه ولی خب ما ایرانی ما فارسی زبانا داریم دیگه، ما گیر می ما که داریم تئوری. خب تئوری فارسی هم استفاده میشه. ما چرا گیر ندیم برای کسی میگه تئوری بگیم که این خدا توش داره؟ شما نباید بگیم، ما بگیم نظریه. خب ببین به خاطر اینکه گفتم بهت این خیلی واضحه و یه معادل قشنگ داره، من وقتی میخوام به فرزندم چیزی بیاموزم تو میگی که آره خدافظ و همه بای بای میدونن، ولی خب این شک نکن، حالا شاید به ذهن تو در کودکی نیومده ولی از هر 10 تا بچه 8 تا بچه که از پدر مادرشون میپرسن خداحافظ یعنی چی، میگه یعنی خدا اون گاد حافظ تو باشه. وقتی یک میگم معادل خیلی راحت و اوکی داره برام بهبود، درسته، ولی این باعث خدا باوری نمیشه. هزینه‌اش چیه که ما بگیم خداحافظ؟ نه هزینه نداره، من که اصلا مشکلی ندارم با استفاده باشه. من میگم این همه تاکید تو که نباید باشه رو میگم معادل قشنگی داره. من نگفتم باید باشه. بابک همیشه میگه بدرود، من میگم خداحافظ، بابک میگه بدرود. من آره دلیم به بابک بگم نگو نه بدرود. نه نه خودت میگی من لجبازی میکنم وقتی به این میگم نگو بیشتر میگم. من تصمیم گرفتم بگم خداحافظ، من نمیگم باید گفت خداحافظ، من برای خودم تعیین کردم. خب من نمیگم این بهتره، من میگم من تعیین کردم بگم خداحافظ برای اینکه کاربرد داره به نظر من برای حساسیت زدایی. آره برای حساسیت زدایی من میگم بدرود و خداحافظ جفتشون یه معنی دارن، جفتش هم میشه استفاده کرد، ولی چون من یکی از فعالیتام حساسیت زداییه به چیزایی که هزینه نداره و چون خداحافظ برای آتئیست‌ها مثل اینکه برای بعضیاشون حساسیت داره، چیزی که حساسیت داره ولی هزینه نداره، من کار یکی از فعالیتام اینه که حساسیت زدایی بکنم و برای همین من میگم خداحافظ. با خیلی با یه چیز خیلی کم میتونم حساسیت زداییمو بیشتر کنم. کاربرد یعنی برتر نمیدونی، فقط برای حساسیت زدایی میگی؟ آره من برای چون میگم جفتش یه معنی داره، یکیش کاربرد داره برای حساسیت زدایی، یکیش نداره، پس من اون رو استفاده میکنم که حساسیت زدایی تر کاربرد داره. حالا شما میگین بدرود براتون قشنگتره، بگین بدرود. شما بدرود دوست دارین بگین بدرود؟ نه من حس میکردم یه انتخاب بهتری خداحافظ برای این گفتم. یه چیز دیگه هم بگم، اتفاقا الان که من بهش فکر میکنم خداحافظ برای من قشنگتره. خب برای اینکه من اسطوره و اینا دوست دارم. خب مثلا من وقتی اسطوره خدایان یونان باستان و اینا میخونم خیلی قشنگه برام، و مثلا شعرهایی که خدا و خدایان زن و مرد و فرشته و شیطان و اینا توش داره لذت میبرم. یعنی حتی اگه واقعیت هم نداشته باشه یه کسی از این مثلا اینا از این مثلا من اتفاقا اگه به خدا اعتقاد نداشته باشیم به طور به نظرم خداحافظ یک حالت شاعرانه داره. خب یعنی مثلا همونجوری که مثلا اینستاین آره مثلا آره دقیقاً. خب ببین مثلا وقتی که اینستاین میگه خدا با تاس بازی نمیکنه، خب این که معنیش هم خدای مسیحیان و مسلمان که اعتقاد نداشت، که به یه خدای شخصی که اینستاین اعتقاد نداشت، خب این یک به خدای اسپینوزا اعتقاد داشت. یعنی یه خدای یه جور شاعرانه داره به عنوان کلمه خدا استفاده میکنه. خب من این به نظر من مثلا قشنگه، البته این کاربردش منفیه به خاطر اینکه خیلی از این سوء استفاده کردن بگن اینستاین به خدا اعتقاد داره، ولی اگه ولی قشنگه یه نفر به جای اینکه بیاد بگه که طبیعت احتمال، البته حرفش هم غلط بوده، اشتباه کرد اینستاین، حرفش اشتباه بود تو این موضوع، ولی یکی از به جای اینکه بیاد بگه تو طبیعت احتمال وجود نداره همه چی قطعیه، به جای این حرف بیاد بگه خدا با تاس بازی نمی کنه، خب این یک حرف شاعرانه خیلی خیلی زیباست، من دوست دارم. آره درسته، برای همینم حتی به خدا هم اعتقاد نداشته باشیم، اگه برای یه نفر بخوایم آرزوی موفقیت بگیم که من دوست دارم تو سالم بمونی، به جاش بگی خدا حافظت باشه، این شاعرانه است، قشنگه، من دوست دارم. حتی به خودم اعتقاد نداشته باشم به نظرم از لحاظ زیبایی ممکن از بدرودم برای من قشنگ تر باشه. حالا یه نفر بدرود بیشتر دوست داره، بدرود استفاده کن. نظرم هم بتونیم نمشه داشته باشه.
حالا گفتیم شیر من میوتت میکنم برای اینکه ممکنه کپی رایت استرایک بگیریم به خاطر اینا. من میگم اگر کارت هست خیلی سپاسگزاری کنیم از دوست عزیزمون، اگر صحبت خاصی نداره که بریم سراغ ما بریم سراغ آریا، چون ما الان 2:37 تو برنامه هست. درسته، نفر آخر بریم 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 دیگه. یک گلایول، خدافظ شما. خدافظ. ممنون از وقتتون.